درود به شما همدیاران ارجمند. خب تایی ده روزی آخر برآمده رئیس جمهوری ما پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام رحمان در سامیتی آستانه واقعا هم در فضای شبکه‌های اجتماعی بحث‌های زیادی را به بار آورد. خب حتی رسانه‌های بسیار با نفوذ دنیا هم از قبیل آزادی نوارها پخش کرده استادن، کارشناسان حرف زده استادن. من میخوام نظر شخصی خودم را بگم، تاکید میکنم من نه مشاور پرزیدنتم نه دایرکتور تلویزیونم، همچون یک فرد، همچون یک سیاست شناس، جامعه شناس. به هر صورت 25-28 سال در تلویزیون تاجیکستان در اداره سیاسی، اداره اطلاعاتی کار و فعالیت داشتم و حالا هم از سیاست بیرون هستم. نظری من چنین است، چنین بحث ها میانی پرزیدنت ها پیوسته صورت میگیرد. ما و شما به گوش همون آوازه های میرسد که گوه ها لوکاشنکا با پوتین از گریبان هم دیگر میگیرند. چی جای پوشیدگی است که ما و شما میدانیم که با سابق رئیس جمهوری ازبکستان اسلام عبدالغنیویچ پرزیدنت ما هم خیلی سخت میرفتن در صحبت های انفرادی. خب با گوش ما میرسد که چنین صحبت یعنی پیوسته صورت میگیرد در دچه ها، در واخوری های رسمی، غیر رسمی، واخوری های بیگاس. ولی اینها از گمان من باید افیر داده نشوند، همین چون همین برآمدی پرزیدنت ما گیلای برادرانه بود، دوستانه بود و درست بود، 100% درست بود. موقعی نه تنها تاجیکستان بلکه تمام کشورهای آسیای مرکزی را بیان داشت. ولی اگر در از دایره همون محفل بیرون نمی برآمد بهتر بود، چون خدمات مطبوعاتی پرزیدنت ما این نوارو پخش نکرد، روسیه هم پخش نکرده است. میماند اگر قزاقستان گمان میکنم موفق بعضی آوازها قرغیزستان پخش کرده است، ولی هر نفری که همین نوارو گمان میکنم که پخش کرد بعضی هدف ها داشت. ولی تا این حد من مثلا حیران از آن شدم که زیایان ما، بعضی در ناخونک سیاست چنوسان ما، سیاست ورزش نیست. اوه پرزیدنت ما فلان پرزیدنت را باید نول زد، پرزیدنت ما فلان و فلان، این ورزش نیست. سیاست دیپلماتی است، سیاست بین المللی، گیاپولیتیکا، این دیگر چیز هاست. یعنی از نگاه من رئیس جمهور بارها این سخنها رو به رئیس جمهوری روسیه و دیگر پرزیدنت ها گفته است، شاید با پرزیدنت ایران هم که ما نه تنها خوش قبول بریم، همزبانی داریم، گاه صحبتاشون سخت میرفت، ولی این باید افیر نمیرفت. از نگاه من همچون یک کارشناس مجلس سیاسی نظری من چنین است. ولی از این باید هنگامه نسازیم. ببینید که همین برآمد رئیس جمهور رو بعضی برادران بدخواه پوتین غاز داده شده، مقاومت تشکیل کرده شده و بخصوص در وضعیتی که روسیه و پوتین در حالت جنگی قرار دارد، پرنر استراتیگی ما. و حتی این چیز تا به خود اروپا و به حتی اوکراین هم، یعنی که همین برادران آسیای مرکزی تلقی داده استادن که یعنی که مخالفان اندیشه جناب پوتین خیلی زیاد هستند. نظری من چنین است، 100% جناب علی درست گفت، بهترین اندیشه ها رو گفت، نمونه عالی جوان مردی بود، نمونه غیوری ملت که سه امپریا داشت بود. ولی رسانه باید نمیشد. سلامت باشید.